خوش آمد میگم به سرکار خانم ژیلا شاهی عزیز و آقای علیرضا کمالی نازنین. این بدبستون عاطفی از کجا اومد؟ اول یه مقدمه بگم که خیلی مقدمه مهمیه. به نظر من کاراکتر رضا پروانه و مژگان، البته که همه کاراکترها، خیلی خوب نوشته شده و ما یه تیم نویسنده خیلی خوبی داشتیم از خود آقای جمشید محمودی و رضا بهاروند عزیز، در کنار کارگردانی درخشان جمشید محمودی که به نظرم خیلی کارگردان باهوشیه. ولی واقعا میتونم امتیاز این ویژگی رو بدم به آقای علیرضا کمالی، چون بارها به خودشون گفتم که چشم‌های خیلی ویژه‌ای در بازیگری دارن و شما وقتی می‌خواید بازی بکنید با همچین پارتنری خیلی تأثیر می‌ذاشت. من وقتی در مورد مژگان فکر می‌کردم که چه ویژگی رو بیشتر می‌خوام درش پررنگ‌تر بکنم، در سیر مسیر فیلمنامه عشق برام خیلی پررنگ‌تر بود. خب ابتدا که آدم متن رو می‌خونه یه داده هایی رو ازش دریافت میکنه. من حالا به قبل از وقوع داستان رجوع میکنم، یه خورده یه وجب عقبتر، یه وجب بالاتر، یه وجب پایینتر، شاید اینطوری مختصات درستری از نقش دستم بیاد. قطعا آدم تنهایی بوده که حالا بعدا در سیر قصه متوجه میشیم. آدم های اینطوری یه خورده سخت به دیگران اعتماد میکنن، نه اینکه دیگران قابل اعتماد نیستن، در واقع اون خلوت و تنهایی خودشون خیلی دوست دارن و اون کسی که وارد این حریم میشه خب خیلی باید ویژگی های عجیب غریبی داشته باشه و مژگان داشت این ویژگی ها رو. ما همیشه تصوراتی از طبقات مختلف جامعه داریم، یعنی وقتی میگیم که طبقه فروده است، بنا به دریافت و رسوباتی که تو ذهنمون شکل گرفته اجتهاد میکنیم، میگیم که مثلا از این منطقه تهران به پایین عموما این خصلت ها رو دارن، یا از این منطقه تهران به بالا عموما این احوال رو دارن. و خب طبقات مختلف جامعه نسبت به همدیگه تصوراتی دارن، اما وقتی وارد کنهش میشی خب آسیب هایی هم میبینی، معضلاتی هم میبینی که گاهی فقر باعث و بانیشه، گاهی کمبود بحث پرورش و تربیت. اما در بین همه این معضلات یک تکل هایی هم که یه عطر خاص دارن، یه رایحه خاص دارن، رشد و پرورش پیدا میکنه که قطعا به ذات اون آدم هم بستگی داره، به میل باطنی و روحی خودش هم بستگی داره. خب رضا پروانه رو من جز اون تکگلا میدونم، اما منهای اون آسیب های اجتماعی و اینها بخوام به خود اون شخصیت نزدیک بشم، خب همینطور که خانم شایی گفتن، من اصولا تو همه چی دقت میکنم. خب من با دوستانی که در گذشته هم محله بودیم با هم، خب در ارتباط هم بمون در بالا به خاطر به فراخور مناسبت ها، و بیشترشون رو در همسن های پدرم و دوستان پدرم میتونم بگم که سیر کردم و دیدم که احوالی که داشتن احوال رضا پروانه بود. آدم های عجیب غریبی هن، گاهی وقتا میبینی که یه مسیری رو اومدن، بعد به اشارتی طواف شدن، گوشه نشین شدن، یا نه اصلا یه شکل دیگری پیدا کردن. برای من آدم هایی که دچار جمود نشدن، یعنی حتی اگر خبطی هم کردن پذیرفتن و یه مسیری رو برگشتن و سعی داشتن جبرانش کنن، برام خیلی قابل احترام هستن. اما اونها، اون دوستان عزیزم که تاج سر منم هستن،
به زندگیشون که نزدیک میشیم میبینیم که ناروی اساسی خوردن، اما کماکان همه افتخارشون به اینه که رفیقن. یه بخشی از بازیگری دانشه، یه بخشش اشراف به ابزار بازیگریه، یه بخشش برمیگرده به تحلیل و بخشای دیگه ای هم داره، اما معدل همه اینها میشه خروجی یک بازیگر. یه بخشی هم زیسته، یعنی کانالیزه کردن احساسات شخصی در راستای ایفای نقش. اما یک چیزی که مجهوله و نمیشه براش هیچ قواعدی در نظر گرفت، روح اون شخصه، روح خود بازیگره. ما درباره بار عاطفی، یعنی اون ارائه حس و احساسات خیلی حالا آنچنانی واقعا گپ نمیزدیم. یعنی اگر که فکر میشه که بکراند این سکانس ها یک بحث و گفتگوی طولانیه و اینا نیست، یعنی انگار همون چیزی که گفت، یعنی یه آورده ای انگار، آره، که می اومد وسط. دقیقاً شما کلید رو همون اول گرفتید و دیگه رابطه یه دو نفریتون برای رسیدن به اون همون مسیر رو جلو رفتین و هیچ اعوجاجی هم نداره. من فکر میکنم خانم شایی یک جایی اومد که دیگه وارد متن بشه، بگه آقا این مژگان زن قوی و نمیدونم فلان و اینا بود. نه قوی، نه یه شکل دیگه، یعنی یک میدانداری عجیب که میدانداری هم کرد اتفاقا در متنم این بود، یعنی واقعا عمود خیمه شد. عرضم به حضورتون که نه خودت بیادت دیگه، یک رنگ و لعاب دیگه میخواستی بدی، بعد اونا میگفت، بچه ها میگفتن نه دیگه ما اینو بر این اساس این ریل گذاری شده. بعد ژیلا اوورد تو بازیشون رو بدون اینکه به کلام تبدیل بشه یهو اصلا، و خوبم شد، انگار که یه سیر و سلوکی رو شونه به شونه رضا و در مسیر قصه و در مسیر زندگی خودش پیدا کرد. من اینو میخوام بگم، این اصلا خیلی گسترده تر بود، این عرق فروشی که خودش تولید میکرد، مشتری، رابطهش با مشتری ها و اصلا نحوه دستگیریش و اینا یک داستان مفصلی بود که همون روز تغییر شد، اصلا حذف شد تغییر. ولی همین اندازه خوب بود، یعنی برای اون قدرتی که آقای کمالی اشاره میکنه که شما میل داشتین خیلی زنه منفعلی در ارتباط با چیز نباشین، نشون میده که نه نیست، یعنی حفظ یه آدمی با این مشکلات پس زمینه ایش من یک سری تعریف های قدیمی داریم از یک سری مسائل، یکیش در مورد عشقه که مثلا من اینو خیلی شنیدم که توی وقتی یه نفری رو دوستش داری باید بذاری بره. من ریاکشنم اینه که کجا بره؟ من ما خیلی شنیدیم که مثلا من گذاشتم بره. که بره اگر مثلا تو باشه برمیگرده. نه اگر... نظر من اینه، زنی با مختصات و مژگان کوتاه نمیاد، مال خودش میکنه. درسته ما در تعریف طبقه اجتماعی یا اقتصادی خدای نکرده منظور خاصی ندارم، و در ساختمان قصه دارم این رو توضیح میدم که ما خیلی میگیم حالا کوتاه بیا دیگه، حالا تو واسه به چه دردی میخوری اینا. نه، این یک آدمه و عاشقه. من وقتی این قصه مفصل عرق ازش گرفته شد، رفتم دوباره به اون نوشته هایی که نوشته بودم در مورد پیش قصه برای مژگان، یه چیزی پیدا کن دیگه برای خودت. آره، بعد دیدم یه جا نوشتم این زن به دنیا اومده که عاشق باشه، اصلا عاشقه. و اگر یک چیزی در بازیگری هست که من نمیام این رو مثلا پیدا بکنم، من اگر زنی بودم مثل مژگان، اگر عاشقی میکردم اینطوری بود. چرا ما فکر میکنیم چون ادبیات و شکل بروز خشم اون طبقه رو ما دوست نداریم، اما من مثلا سر بچه 3 سالم عربده میکشم خشم نیست، مادرم ازم یه خواسته ای داره دوبار تکرار میکنه و براق میشم خشم نیست، من منزهم، من علیرضا نه، من نوعی که میگم اونا رو نبینیم، اون خشم، اون چیزها رو نبینیم، اصلا واقعا آدم اشمزازش میشه.
خب مثلا میگم اون طبقه رو حذف کنیم با قیچی و رو پرده و نه اصلا نه اصلا بیایم بگیم آقا یه قربون دستتون بشینید تو خونهتون اصلا بیرون نیایید بذار ببینیم جامعه به چه احوالی میرسه. طبقه متوسط و طبقه بالادست خشم ندارن، بروز خشم ندارن، جهل ندارن که اونا رو نشون ندیم. خب باشه نشون نمیدیم. همه جامعه ما که دکتر شفیع کتکنی و دکتر مظاهر مصفا حق رحمتشون کنه نیستن که در مورد سعدی و حافظ بشینن حرف بزنن. اساسا اهل کنسه دادن هم هستیم. من خیلی من کلا دوست دارم که خیلی دست ببرم، هم توی دیالوگ هم توی میزانسن. خیلی تجربه خوب و عالی داشتم با جمشید محمودی، چون با دقت گوش میکرد، اگر قبول نمیکرد با منطق جواب میداد که اصلا نمیتونستی، قانع کننده بود، نمیتونستی نپذیری، و اگر احساس میکرد که درسته حتما لحاظ میکرد. این تجربه رو من در این ابعاد تا الان با هیچ کارگردانی نداشتم. سیلی رو رد کردید نخوردید یا خوردید؟ نه سیلی که خورد اصرار داشتن. من آقای نه واقعا علیرضا اصلا زیر بار اینم نمیرفت، نمیخواست سیلی بزنه. نه من گفتم که این آدم نمیزنه، که ما وارد خونه اون خلیل میشیم و نعیم یقی اونو میگیره، یه خانومی میاد، ما میفهمیم زنشه، من بهش میگم که جلوی زنش زشته. خب این شخصیت هیچ وقت جلوی 20 تا مرد تو گوش زنش نمیزنه. جمشید محمودی وارد شد که این سیدی از سر بیغیرتی، حالا نامردی، نمیدونم، حالا هر تعریفی که هر طبقه ای از اجتماع از این حرکت داره نیستش، در واقع از سر دوست داشتنه که باعث بشه که مژگان بره و پاسوزه رضا نشه. برادران محمودی کجا شما رو کشید؟ چیزی که به من چند بار گفته اینه که از کجا آشنا شد؟ نمیدونم، فقط از قصر شیرین تو ذهن. قصر شیرین جمشید همه فیلمای منو دیده، حتی فیلم توقیفی هام هم دیده، نمیدونم چطوری دیده، ولی اینطوری تو ذهنش بوده. خب پس براش خیلی موضوع جدی بوده. خیلی خیلی اصلا برای همین در اومد. به نظرم کارگردانیه که سینما براش جدیه. خب من مدت‌ها کار عروسکی می‌کردم و بعد با دستیاری کارگردان وارد سینما و تلویزیون و اینها شدم. آقای شکیبایی به حق رحمتشون کنه در احوالات من خیلی تأثیر داشتن. آشنا بودیم، رو کار میکردیم، بهشون بازی میکردم، من دستیار بودم. بعد یه توفیقی هم نصیب من شد که لوکیشن ما رودبار بود، منجیل بود، و یه 3-4 ماهی هم با ایشون همخونه شدم، سریال شیخ بهایی. بله. خب اون 3 ماه، اون 4 ماه برای من 40 ساله. یه نکته ای هم ژیلا جان گفتن، خب پلتفرم ها نمیدونم متولیان در ابتدای کار پیشنهاداتی رو برای نقش رضا پروانه داشتن و نوید و جمشید پای این ایستادن که من رضا پروانه رو بازی کنم. از جانب خودم میخوام ازشون تشکر کنم، چون بدور از معرفته که اونها استواری داشتن و رفاقت در حق من کردن و امروز من بشینم. متوجه نشدین چجوری شما رو انتخاب کردن؟ سال هاست که با هم در ارتباطیم و همیشه هم نوید هم جمشید میگفت یه روزی با هم یه کاری خواهیم کرد، ولی از این یه روزی که شروع شد به هم گفتیم و اینها تقریبا میشه که 16-17 سال گذشته تا رسیده. بله صبر کردین و حالا هر کدومتون میگین دوست داشتین چه جوری تموم بشه این سریال، یعنی همین شکلی که تموم شد. من آره، من حتی خیلی مثلا شنیدم که چرا اینطوری تموم شد. به نظر من جدای از این که پوستشی یک تجربه نو در سریال سازی بود، یک تجربه زیستی همگانی هم همه مردم با هم داشتن. این خیلی مسئله مهمیه. ما نمونش رو تا الان تجربه نکردیم. به نظر من هر پایانی اتفاق میافتاد میارزید به این تجربه که همینطوری گروه سازنده با مخاطب نفس به نفس اومدن جلو و
به نظر من همین طوری که تموم شد من دوست داشتم، خوب بود. من نه. خب بگیم. ببین اینم دوست داشتم، دلم خنک شد. نه دلیل شما اینه نقشتون. نه 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 در مورد نقش نمیگم. خودم دلم خنک شد. یعنی به این شکل برگزار شد. و به اتفاق همه با هم با هادی و بچه‌ها داشتیم سینما می‌دیدیم، همه صورت‌ها خیس بود، می‌دونستیم چی قراره بشه، چه اتفاقی بیفته. شاید نه ای که الان گفتم بگم اینو دوست داشتم، نه، من یک پایان‌های مختلفی تو ذهنم ساختم. همیشه اینجوریه، حتی دلمون خنک نشه، شاید دلمون بیشتر بسوزه، شاید به واقعیت یه خورده نزدیک‌تر باشه. برای بهتون خسته نباشید میگم و بسیار به نظرم کار حرفه‌ای لذت بخش. براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتر میکنم، حتما منتظر اتفاقای خوب در انشالله. امیدوارم حضورهای سینماییتون، تلویزیونیتون و غیره خواهیم بود و براتون آرزوی موفقیت. مرسی، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردیم. مرسی، زنده باشید. مرسی از شما، خدا بیدید.